شماری از اعضای دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله اینجا در کابل میگویند که برای عملی شدن تصمیم رهبران این جریان انتخاباتی برای ایجاد کابینه حکومت ثبات و همگرایی رایزنی هایشان ادامه دارند. حالا که ما کابینه جدید جور کردیم، ما جور میکنیم. آقای خلیلی میگوید که کشورهایی را که اعلام نتایج انتخابات را به سود آقای غنی تبریک گفتند فراموش نخواهند کرد. من دیروز هم در ملاقات با جناب آقای خلیلزاد بسیار روشن گفتم. همکاران بین المللی ما ایالات متحده امریکا یا مردم افغانستان را با خود دوست داشته باشند یا ارگ را. از سوی دیگر محمد محقق معاون ریاست اجرایی تاکید می‌ورزد که از هر گزینه برای تامین عدالت در روند انتخابات کار خواهند گرفت. آقای محقق می‌گوید که معصوم استانگزی رئیس پیشین امنیت ملی و از نزدیکان رئیس جمهور غنی نزد او آمد و برایش پیام آورد. خواهشش از ما این بود که البته ما امو اعلان را که جنرال صاحب کرده او را ما نکنیم، ولی ما باید یک راه پیدا شوه که راه حل باشه. ما به اونا گفتیم اگر راه حل میخواین اعلان کمیسیون انتخابات را باطل کنیم. اما معاون سخنگوی رئیس جمهور از تلاش های ارگ برای ایجاد یک حکومت همشمول سخن میزند. رئیس جمهور غنی همواره بر اجماع ملی و حکومت همشمول و فراگیر تأکید کرده و متعهد با منافع ملی و مصالح اولیای کشور است. کمیسیون مستقل انتخابات پس از نزدیک به 5 ماه روز سه‌شنبه محمد اشرف غنی را پیروز انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد، اما عبدالله عبدالله و هوادارانش این نتایج را نپذیرفتند.